من هم وقتی خودم در نجف تحصیل میکردم دو بار موفق شدم پیاده روی از نجف تا کربلا کنم. اما اون روز این قوغا نبود، دستجات کوچکی پیاده روی میکردن. جاده خیلی امن و امان نبود. میرفتیم همراه رفقا و من اون وقت میدیدم که با کفش نمیتونیم پیاده روی کنیم، پنجه های ما در کفش زخم میشه. با پای برهنه قشنگ پیاده روی میکردیم، خارم گاییم بود و خار در میآوردیم، لطمه ای بهمون نمیخورد. سه روز و دو شب ما در راه بودیم. شبها میموندیم در مضیف های شیعیان فرات که اونها مضیف دارن، یعنی یک صالونی دارن ساده برای پذیرایی از مهمان هاشون. اونجا شب میموندیم و سه روزم راه میرفتیم تا به کربلا برسیم. منتها حالا از جاده وسط میان بیابان میرن، ما اون وقت از کنار شط فرات زیر درختان نخل میرفتیم که بتوانیم بیشتر تحمل کنیم. راه دورتر میشد ولی برای آسایش بهتر بود. امیدواریم تمام این پیاده روندگان مشمول عنایات خاص امام حسین باشند، سعی کنند انشاءالله در اثناء راه به یاد امام حسین، به یاد خدا و مراقب نمازهاشون باشند، به موقع بخوانند، استراحت به موقع کنند، کمک به یک دیگر کنند. اگر یکی از راه موند به فکر او باشند، اگر کسی بیمار شد به فکر او باشند، کاملا همدیگر داشته باشند و این مسیر رو به خیر و خوبی بپیمایند. توفیقات همشون رو از خداوند بزرگ میخواهیم. ای کاش ما هم در این سن و سال میتوانستیم بریم، که البته مشکل است. و السلام علیکم.